سلام و درود خدمت شما عزیزان دوستان عزیزی که این کانال رو برای یادگیری زبان فرانسه انتخاب کردید دوستان می دونستین که در هر زبانی یه سری از جملات طلایی و پرکاربرد وجود داره که اگر شما اون جملات رو بلد باشین میتونین راحت مکالمه کنید و در واقع منظور خودتون رو راحت برسونید و این جملات جمال رو تو ذهنتون با کلمات دیگه جایگزین کنید. از این دست ویدوها توی این کانال زیاده. قصد دارم که این ویدیو هم رو به این موضوع اختصاص بدم تا شما عزیزان راحتتر مکالمه کنید. بریم سراغ ویدیو. جمله اول Il y a une lampe sur le bureau Il y a une lampe sur le bureau Il y a une lampe sur le bureau tous Ilia il y a un niveau de dorade. Lampe, mitune, bema fume lampe, poche, mitune. روشنایی باشه میتونه چراغ مطالعه باشه حتی میتونه اباجور یا اباجور باشه بیغو یعنی میز کار یک چراغ مطالعه روی میز کار وجود دارد ایلیا این لامپ سیغ ل بیرو ل اون un jardin. Les bergers ont un jardin. Les bergers خانوادی برژه یه باغ دارند. دوستان عزیز ما معمولا خانواده رو در فرانسه به این صورت میگیم. پایکسامپل لی ونسان یعنی خانواده ونسان. لبرژه یعنی خانواده برژه اون از فل اووار به معنی داشتنه لبرژه اون ان جردن خانواده برژه یه باغ دارند سه دو ت سیلان س دو ت سیلان س دو ته سیلان این چای چای سیلانه دوستان ما برای معرفی کردن اشیاء یا آدم ها از ساختار سه استفاده می کنیم سه مونمی این دوستمه سه ممیغ این مادرمه سه دوته سیلان این چای سیلانه سو sont توریست touristes Ce sont des touristes étrangers. Ce sont des touristes étrangers. اینها گردشگران خارجی هستند. دوستان معرفی کردن اما به صورت جمع سوسون از سوسون استفاده میکنیم. کنیم. سوسون ده توریست زترانجه توریست یا توریست در فارسی به معنی گردشگر هست و اترانژ یعنی خارجی سه دلار پیغ سه دلار پیغ سه دلار پیغ این طلای خالصه دوستان اوغ یعنی تلا و صفت پیغ به معنی خالص هستش Ce sont des bonbons à la menthe. Ce sont des bonbons à la menthe. Ce sont des bonbons à la menthe. اینها آب های نعنایی هستند. بونبون آب نبات آلمونت های نعنایی Le dimanche nous allons au cinéma. Le dimanche nous allons au cinéma. Le dimanche nous allons au, dimanche, nous allons au یک شنبه ها ما به سینما می رویم. دوستان عزیز روزهای هفته اگر با حرف تعریف لو همراه بشند در واقع به معنی عادت هست لو سمدی شنبه ها لو دیمانش یک شنبه ها لو واندرودی جمعه ها نو زلون و سینما فعل اله به معنی رفتن که این فعل رو باید شما در سطح آیک کاملا بلد باشین فعلی با ساختار با ساختار ظاهری گروه یک و با صرفی متفاوت و حتما این فعل با حرف اضافه ا همراهه به این ترتیب ا و لو سینما که اسم مذکره ادغام شدند و به او تبدیل شدند لو دیمانش نوزلون و سینما یک شنبه ها ما به سینما می رویم. خب اینم فعل عله به معنی رفتن که ما تو جمله قبلی صرف این فعل رو داشتیم. دوستان این فعل فعل مهمیه برای سطح آ یک باید کاملا صرف زمان حال ساده این فعل رو بلد باشید. C'est la conjugaison دو présent du verbe Je vais. Je vais. من میروم. Tu vas Tu vas Tu vas تو میروی. Il va. Il va. Il va. اون آقا میرود. Elle va. Elle va. Elle va. اون خانم میرود. Nous allons. Nous allons. Nous allons. ما میرویم. Vous allez. Vous allez. Vous allez. شما می روید. Il vont. Il vont. Il vont. اون آقایون می روند. El vont. El vont. اون خانم ها می خب دوستان عزیز گفتیم که فعل عله به معنی رفتن حتما با حرف اضافه اه همراهه یعنی شما نمیتونید یه جمله ای رو که این فعل توش هست رو استفاده کنید و همینطوری تو هوا فعل اله رو ول کنیم و حرف اضافهش رو نگیم. اصلا یه همچین ساختاری در قواعد گرامری فرانسوی وجود نداره. حتما حتما وقتی شما فعل اله رو استفاده میکنید بعدش باید از حرف اضافه ا هم استفاده کنید. نکته دوم حرف اضافه ا و حرف تعریف لو با هم ادغام میشن و به او تبدیل میشن به حرف تعریف ادغامی او تبدیل میشن حرف اضافی ا و در واقع حرف تعریف ل با هم ادغام نمیشن به همون صورت ال باقی میمونن ا و هم در هم ادغام نمیشن به همون صورتی که هستند میمونن اما حرف اضافه ا با حرف تعریف ل ادغام میشه و به او تبدیل میشه دوستان اوی که در بالا نوشتم به صورت مفرد و اوی که در پایین نوشتم به صورت جمع از لحاظ تلفظ هیچ فرقی با هم نمیکنن حالا اگر بخوایم بگیم به سینما میروم لو سینما Le cinéma. au cinéma je vais au cinéma je vais au cinéma je vais au cinéma wager begin be danishgah miravam l'université 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 je vais à l'université je vais à l'université je vais à l'université man be دانشگاه میرم و دیدیم که ما در مثال دوم و اپاستروف رو داریم و در هم ادغام نمیشن دوستان این قواعد رو یاد بگیرین برای سطح آی آیک بسیار بسیار مهم هستند ج ان اوردیناتور ش مو ش J'ai un ordinateur chez moi. من در خانه کامپیوتر دارم. خب دوستان ش حرف اضافه است و معانی زیادی داره. نزد پیش مطب ما میگیم شلو دانتیست یعنی مطب دندان پزشک. شلو متسم مطب پزشک در زبان محاوره خب حالا به معنی خانه هم هست دقت کنید چون حرف اضافه است ما بعدش از زمایر تأکیدی استفاده می کنیم. اینجا شما زمایر تأکیدی هم یاد می گیرید. ما هیچ وقت برای اینکه بخوایم بگیم خونمون خب نمیگیم که من مزون پکسامپل در زبان محاوره ای این ساختار بیشتر استفاده میشه شه مو ش مو ش مو یعنی خونم شه تو ش تو ش تو یعنی خانه تو شه لوی شلوی خانه او که آقا منظورمونه شه زل شه ال شه زل. خانه اون خانوم شنو 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 خانه ما ش وو ش وو ش وو خانه شما شز. ز شز. ز شه ز خانه آن آقایان شزل. زل شزل. زل شه زل. شه زل خانه آن خانم ها موا و توا لوی و ال در ساختار سنگولیه یا مفرد نو و, و او ال در ساختار پلوغیل یا جمع زمایر تأکیدی هستند و ما بعد از حروف اضافه اگر قرار باشه زمیری استفاده کنیم باید از زمایر تأکیدی استفاده کنیم این نکته خیلی مهمه حتما دوستان عزیز توجه بکنن به این مسئله و جمله بعدی Je regarde régulièrement le journal télévisé. Je regarde régulièrement le journal télévisé. Je regarde régulièrement ل ژنل تلویز دوستان رگرده یعنی نگاه کردن و فعل گروه یک هست رگولیرمان یعنی به طور منظم سر وقت رگولیرمان و اینجا قید هست ادورب هست به دلیل اینکه به مان ختم شده رگولیرمان لو جورنال تلویزی یعنی اخبار تلویزیون من سر وقت یا به طور منظم اخبار تلویزیون رو میبینم حالا شما از این ساختار میتونید استفاده کنید و با توجه به مفهومی که می‌خواید به مخاطب برسونین اضافه کنید پاکسامپل جکوت غیگولیغمان لغدیو جکوت غیگولیغمان لغدیو من سر وقت رادیو گوش میکنم. Je regarde régulièrement la série ou les séries. من به طور مرتب سریال ها رو میبینم. سر وقتشون نگاه میکنم. Je regarde régulièrement les séries. Je regarde régulièrement les documentaires. les documentaires من برنامه های مستند رو سر وقت نگاه می کنم. خب دوستان عزیزم چون این ویدیو برای شماست که سطح مبتدی و آیک هستین و ممکنه من جملاتی که بهتون میگم با ساختار افعالش یکم مشکل داشته باشین من معمولا نکات گرامری این جملات رو هم براتون میگم خب ما توی اسلاید قبلی فعل غگرده رو داشتیم به معنی نگاه کردن خب ببینید ما همیشه برای تشخیص افعال اینکه گروه یک هستن یا گروه دو یا گروه سه باید به ساختار ظاهری فعل و شکل نوشداری فعل دقت کنیم این فعل رگرده خب همونطور که ساختارش نشون میده در طبق بندی افعال این فعل جزو افعال گروه یک هست چون به او اغ خط شده به این ترتیب صرف با قاعده ای داره صرفش چجوریه؟ الان بهتون میگم شما تو ذهنتون نشانه ای رو که این فعل داره یعنی او اغ که نشانه گروه یک هست رو حذف میکنید به این ترتیب رادیکال فل رو میسازید یا ریشه فل رو و برای هر شش سیغه رادیکال فل رو می نویسیم. جو در زمیر فایلی جو ما نشانه پایانی او رو اضافه می کنیم. به این ترتیب او د رو به صدا در میاره اما خودش تلفظ نمیشه. یعنی اوایی که در پایان کلمات و افعال هستن تلفظ نمیشن ژ گرد ژ من نگاه میکنم در زمیر فایلی تو ما او اس اضافه میکنیم او اس حرف بی صدای اس تلفظ نمیشه و او هم به همین ترتیب بی صدای قبلی رو به صدا در میاره اما خودش تلفظ نمیشه تو تو رگرد تو رگرد در ایل و ال هم او اضافه می ایل رگرد ایل رگرد ایل رگرد اون آقا نگاه میکنه. ال رگرد ال رگرد ال رگرد اون خانم نگاه میکنه. باز با زمیر فایلی نو ما نشانه پایانی او اس رو میبینیم. نو regardons. Nous نو Nous گردون. گردون ما می بینیم آن صوت نزل هست و اس هم بی صدای آخر تلفظ نمیشه. نو گردون ما میبینیم با باز امیر فائلی وو زد اضافه میکنیم. وو رو گرده وو رو وو رو گرده. شما نگاه میکنید. و با دو زمیر فائلی ایل و ال ما نشانه پایانی او رو میبینیم. ایل رگرد ایل رگرد ایل رگرد اون آقایون نگاه میکنند. ال رگرد ال رگرد ال رگرد اون خانوما نگاه میکنند. دوستان او پایانی سوم شخص جمع هم تلفظ نمیشه به این ترتیب برای تلفظ کردن افعال گروه یک چهار سیغه سه سیغه مفرد و سوم شخص جمع تلفظ یکسان دارند به تلفظ من دقت کنید je regarde tu regarde il elle regarde مفرد il elle regarde جمع به این ترتیب تمام افعالی که به او ختم میشن و در ساختار گروه یک قرار میگیرند به همین ترتیبی که بهتون گفتم صرف میشن ال پور د زارنیه ال ا پور د زارنیه ال د زارنیه او از انکبوت میترسه دوستان عزیز avoir peur دو. یعنی ترسیدن از avoir پر دو. ترسیدن از و شما این ساختار رو در این جمله میبینید و نکته بعدی اغن به صورت جمع نوشته شده شما هم اگر بخواید بگید مثلا اون از سگ میترسه باید به صورت جمع بگید ایلا دشین ایلا دشین به همین ترتیب ساختار دو و ل ادغام میشه و به د تبدیل میشه تو اسلاید بعدی کامل توضیح میدم این مسئله رو براتون اگه بخوایم بگیم اون خانوم از سوسک میترسه دوستان چی میگیم؟ ال -ا پر د کفر ال -ا پر د کفر اوار پر د اون از سوسک میترسه پس ما به صورت جمع میگیم خب اینم فعل اوار که شما باید بلد باشیم به معنی داشتن avoir avoir مصدر سل انفینیتیف و بریم سل کنجوگزون دو ورب avoir لا کنجوگزون دو ورب avoir صرف فعل avoir سل کنجوگزون دو ورب avoir ج ج ج من دارم تو ا تو تو ا تو داری ایل ایل ا ایل ا اون آقا داره ال ا ال ا ال ا اون خانم داره نو زوون نو زفون. نو زفون. ما داریم و زو و زفه. و زفه. شما دارین ایل زون ایل زون ایل زون آن آقایان دارند ال زون ال زون ال زون اون خانم ها دارند خب دقت کنید که ما در سه سیغه جمع در واقع نو زوون در در واقع فونتیک یا تلفظ یک قاعده ای رو اجرا میکنیم به نام لیزون یعنی شما صدایی رو میشنویم که در فائل نو و در فعل اون وجود نداره به تنهایی ولی وقتی کنار هم میان نو نوزوون وو ز و این صدای ز بین فائل و فعل شنیده میشه ایل زون ال زون که ما به این در واقع قاعده میگیم لیزون خب شما وقتی فعل اواق رو یاد بگیرین فعل هایی که با این اواق ساخته میشن دیگه براتون صرف کردنی ساده است یکی از اون فعل ها ترسیدنه. avoir peur de avoir peur de یعنی ترسیدن. avoir peur de یعنی این فعل سه قسمتیه. ترکیبی از صرف avoir اسم پر و حرف اضافی دو نکته بعدی هر موقع حرف اضافه دو در کنار اسمی قرار بگیره که مزکر باشه در هم ادغام میشن و به دو تبدیل میشن یعنی دو و لو به دو تبدیل میشن اگر کنارش اسمی باشه که حرف تعریف ل یا ال داشته باشه این ادغام صورت نمیگیره دو و دو ال هستند اما اگر اسمی باشه که حرف تعریف جمع ل بگیره باز هم ادغام انجام میشه و به د تبدیل میشه و ما گفتیم که ما اگر بخوایم از این فعل استفاده کنیم باید اسم رو به صورت جمع بیان کنیم یعنی اگه بخوایم بگیم از انکبوت میترسه در واقع انگار باید بگیم از انکبوت ها میترسه یا از سگ ها میترسه یا از سوسک ها میترسه اما در معنی به صورت مفرد بیان میشه خب حالا دیگه الان متوجه شدین که اگر بخوایم بگیم از انکبوت میترسه چجوری میگیم

avec prudence rouler avec prudence rouler avec prudence با احتیاط رانندگی کنید غوله به معنی رانندگی کردن پرودونس احتیاط اسم و اگر بخوایم از صفت استفاده کنیم پرودون پرودونت محتاط Je suis prudente madame آدم محتاطی هستم. Prudent, prudent و prudence اسم این کلمه است. و این ساختار Elle travaille comme jean fille au -E Elle travaille comme jean fille au Elle travaille comme jean fille -E اون به عنوان پرستار بچه کار میکنه شما از این ساختار میتونید استفاده کنید مثلا بگید اون به عنوان آشپز کار میکنه ال ترافای کوم کوزینیر کوزینیر آشپز خانم کویزینیه. آشپز آقا اون به عنوان مهندس کار میکنه ال ترافای کوم انجینیر ال ترافای کوم اون به عنوان مدیر کار میکنه. ایل تراوی کم دیرکتر. ایل تراوی کم یعنی در واقع شما شغل اون طرف رو هم با این ساختار میگین. فقط یک نکته شما بعد از کم نباید اون شغل رو به صورت در واقع با آرتیکل بیارین یعنی نباید بگین Il travaille comme le directeur. میگیم il travaille comme directeur. شغل اون مدیره. شغلش مدیریته. ال travaille comme jean fille یعنی پرستار بچه. شغلش پرستار بچه است. ال travaille comme cuisinier. اون به عنوان آشپز کار میکنه. شغلش آشپزه. و مثال بعدی نو پختون بیانتو آن وکانس نو پختون بیان آن وکانس نو پختون آن وکانس ما به زودی به تعطیلات می رویم به زودی به صورت قید هست پختی ان, پ... آن وکانس یعنی به تعطیلات رفتن پختیر آن وکانس فعل پختیر به معنی رفتن در گروه سوم طبقه بندی میشه اما باید شما این فعل رو هم بلد باشید نو پختون بیان آن وکانس خب دوستان گفتیم برای اینکه ما بفهمیم افعال در چه گروهی طبقه بندی میشن باید به ساختار ظاهری فعل دقت کنیم پختیغ پختیغ افعالی که به ایق ختم میشن در واقع بیشتر افعالی که به ای, ای ختم میشن تو گروه سه طبقه بندی میشن و افعال گروه سوم صرف بی ای دارند یعنی شما باید افعال رو تک به تک یاد بگیرید پختیق به معنی رفتن هست یعنی مترادف هست با فعل عله اما دوستان عزیز دقت کنید فعل عله حتما حرف اضافه ا بعدش میاد اما پختیق لازم نیست شما حرف اضافه بیارین اگه دوست داشته باشین میتونین نیارین یعنی به عنوان مثال بگیم جوپغ من میرم مقصد رو برای مخاطب مشخص نکنید اما نمیتونیم بگیم جوه وقتی از فعل عله استفاده میکنید حتما باید حرف اضافی عبیاد و مقصد شما هم پشت این حرف اضافه باید ظاهر بشه بریم سراغ صرف فعل پختی گروه سه جوپغ جوپغ جو من میرم

و ساختارش رو میبینید که کاملا بیقایده است و باید حفظ کنید. نکته بعدی این فعل حرف اضافه لازم نداره. اما اگر شما بخواین حرف اضافه بذارین حرف اضافه پوغ رو میذاریم. اگزامپل جپر پوغ پاری میرم پاریس جپر la لفرانس میرم کشور فرانسه جپر پور لو کانادا میرم کشور کانادا. نکته بعدی شما اگر از شهرها استفاده کنید شهرها دیگه وقتی پوغ میاد حرف اضافی ار رو نمیگیره ژپق پوغ پقی اگر از کشورها استفاده کنیم اگر مذکر باشن پوغ لو و اکسام ژپق پوغ لو و اگه معنس باشن پوغ ل ژپق پوغ لا فرانس پس ما برای شهر پوغ و اسم شهر کشور اگر مذکر باشه پوغ لو. vaga moi nas moché pour la je pars pour paris je pars pour Montréal, je pars pour new york je pars pour le canada je pars pour euh, la euh, france je pars pour la hongrie ma شما باید کشورها رو بدونید که مذکر و مؤنث کدوم ها هستند ایل مانج ترو دو شو الا کرم ایل مانج ترو دو شو الا کرم ایل مانج ترو دو شو الا شو الا کرم بچا یعنی کیک خامه شو الا کرم شو الا کرم یعنی کیک خامه ای اون خیلی که کامه ای میخوره. ایل مانج تخو دو شو الکرم. خب میتونستیم به جای تخو دو از بکو هم استفاده کنیم. ایل مانج بکو دو شو الکرم. ایل مانج تخو دو شو الکرم. ایل مانج بکو دو شو الکرم. خیلی که کامه میخوره. و مانژه فعل گروه یک هست حالا شما میتونید بگید خیلی برنج میخوره میتونید بگید خیلی نون میخوره میتونید بگید خیلی آب میخوره میتونید بگید خیلی شیر میخوره و از این دست جملات خب با ساختار منفی هم توی این سطح باید آشنایی داشته باشید به این مثال دقت کن منج پد پنگ ça me ne mange pas de pain. Ça me fait grossir. Je یک اصطلاح یعنی چاقم میکنه. Je ne نو من نون نمیخورم. مانژه رو به صورت منفی آوردیم. نو قبل از فعل و پ بعد از فعل. و چون این ساختار منفیه ما باید از پدو دو استفاده کنیم حالا شما میتونید به جای نون بگید کیک خامه ای نمیخورم میتونید بگید شیرینی نمیخورم چاقم میکنه و مواردی از این دست مثلا ژن پد گتو سمو شیرینی نمیخورم چاقم میکنه ژن پد ژون چی بگم ژون مانج بعد پنج ژون مانج بعد شال خمه که گسیغ چغم میکنه و به این ترتیب میتونید جملات زیادی رو بسازید خب دوستان ساختار پر استفاده دیگه لو کفه مامپشت و دغمیغ لو کفه m'empêche دو dormir. Le کفه m'empêche de dormir. خب آمپشت دو یعنی جلوی چیزی رو گرفتن. دغمیغ یعنی خوابیدن. یعنی قهوه جلوی خوابم رو میگیره. حالا شما بگین چی جلوی خواب شما رو میگیره؟ پکسامپل لا لومیر مامپشت دو دغمیغ اگه جای روشن باشه نمیذاره من بخوابم. جلوی خواب من رو میگیره. لو کافئین مان پشت دو دغمیغ. کافئین باعث میشه من نخوابم جولی خواب من رو میگیره. لو ته ور مان دغمیغ. چای سبز اگه من بخورم جلوی خواب من رو میگیره. خب دوستان ممنونم که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردین. سعی کردم که چند جمله بسیار کاربردی رو برای شما تجزیه و تحلیل کنم با کلیه نکات گرامریش به این ترتیب شما میتونید بسیار زیاد با این ساختارها جمله بسازین و منظور و مفهوم خودتون رو به مخاطب اعلام بکنید حتما جمله سازی شما بهتر میشه به این ترتیب تو ذهنتون بیشتر ثبت میشه و اینکه راحتتر میتونید با یک فرانسوی زبان ارتباط برقرار کنید و جملات بسیار زیادی رو میتونید به این ترتیب بسازید متشکرم که تا پایان این ویدیو هم منو همراهی کردید دوستان لایک و کامنت فراموش نکنید در جهت حمایت از کانال خودتون و تولید ویدیوهای بهتر و بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید و لینک کانال رو در اختیار دوستانتون هم قرار بدید. خیلی لطف میکنید به ببنده. خدا نگهدار شما با امید دیدار در ویدیوهای بعدی.